سلطان علی ابن موسی رضا. سلام آقا جان، شاکرتم، نوکرتم. خوبی؟ سلام، درود بر آقا من شما. بلوچستانیم داداش، خوبی؟ شما ما تاج منطقه، سر منه. شما ببین من ما منطقه بلوچیاتون. صفر مرزیم. خب ببین این بچه های کیجه میاد لاتینا در بیارن. خب ما بلوچه ها ثابت شده ایم. خب شکی ندارم، آره ما بلوچه ها ثابت شده ایم. خب زنده سید باشید. جان، یعنی الان مثلا بحث این هانی اینا هسته. خب هانی اینا یعنی الان اسمشو میگیری به خدا آرمون میاد، آرمون میاد، درود چون بر شما. ما مرز و وقتی داریم مرز دیگه خودت میدونی داداش جونمون رو برای وطنمون میدیم. خب ای درود بر شما، ای درود بر آره شما. برای وطنمون میدیم. وقتی اسم این هانیه رو میاره حالم به خدا به هم میخوره، والا ما هم بعدم خدا اومدیم شاهده. فتنه شده افتاده، مثل یه آره خوقه یه بزگر افتاده ما بین جوانای مملکتم، با آشپزخونای آره مواد من مخدر شیشه صنعتیش. خب بازم 100,000 مرتبه به اون صنعتی چیزا سنتی ها. بابا این آشپزخونای سید شیشه آتوشه، ملت رو داغون کرده، سید جوانا رو دوست نابود کرده. محبت کنین یه جا وایسی. میدونی سید من یه چیزی میخوام بگم. خب مثلا ما از لحاظ خب دیگه بلوچه تو کل مثلا ایران دیگه بچیشون اوکیه. خب یعنی اصلا خب یعنی اصلا خب من الان دارم این چی رو نشون میدم، سلام. خب دارم نشون زنده میدم، باشی. از هیچ کسم ترسی ندارم، ولی چون یه وطن پرستم جونم هم میدم برای وطنم. درود به غیرتت، درود به شرفت. چون من اگه خب من یعنی خیلی ها بحث ها هست، خیلی ها مثلا بعضی ها راضی هن، بعضی ها مثلا میگه حکومت فلان اله بله، ولی ما خودمون خب منطقه صفر مرزی خودمون پایگاه داریم. خب آفرین. پایگاه داریم، بچه هامون خب خودمون پایگاه داریم. من اصلا خودم الان مثلا خود من الان ببین از هیچ کسیم ترسی هم ندارم، چون آفرین. هیچ نقطه ضعفی دست کسی ندارم. الان اومدم چابهارم. خب زنده باشی. آره چابهارم، ولی شما رو میبینم یه ایرانی هستید، یه جادیگه هستید، افتخار میکنم بهتون که خودتون نگه داشتید. زنده باشی. نگه زنده. داشتید نگه داشتید، همون نگه داشتن برای من یه افتخاره. اصلا زنده من باشی. آره ما با کردا ما بلوچا با هم خیلی با هم یکی. بعد من برادریم آقا، برادریم. تاج آره سرین شما. من میدونی به آره من بلوچا و بلوچستان چی لقبی دادم؟ آره من میگم رستمای زمانه بلوچیان. ما گفتم فرداد ما بلوچستان یعنی رستمای زمانه. من سید یه چیزی میگم به خدا، من اینقدر تعصب تمام ایرانی ها رو ما میکشیم. زود و غیرت صحیحش هم چون ما چون میدونی چی، ما آریایی اصیلی، آفرین آفرین. آریایی اصیلیم، تعصب همه ایرانی ها رو میکشیم و خاکمونو وجب به وجبشو میبوسیم، افتخار درود به میکنیم. غیرتت، درود به شرفت. حاضریم نون خشک بخوریم ولی خاکمون رو نفروشیم به یه بیگانه. ای درود به شرف. ما باید یاد نوکرتیم. شما بگیرن خوب؟ ببینی بچه هایی که تو استانهایی که پر نعمتن به قول معروف امکانات بیشتری دارن، باید این دوست بزرگوارمون جناب آصف رو ببینن و یاد بگیرن ازش. اینقدر آه و ناله نکنن. ببین استان سیستان و بلوچستان تو اون نقطه محروم دیگه به همه دیگه همه میدونن، بله ولی انقدر بزرگن این مرد، انقدر این ایلش خوبی خودش از خود دمارش شما. خانوادش هم حتما همینجورن. این ایل بزرگ همتبارای خوب هم تو سیستان و بلوچستان انقدر بزرگند و وطن پرستن. ببین با اون همه مشکلات که استان عزیزشون داره، خب بله ولی میگه من یک وطن پرستم، من وایمیستم باره دفاع میکنم تو نقطه کور و مرزی دفاع میکنم. امید یه بیار ذره من غیرت یاد اتفاقا بگیری. خب
من اتفاقا یه دوستم الان اینجا هست با من، خب خدا بچه های عزتشون، سلام لوره، برسون. از این لورا زنده، خب به یعنی به 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 دوستم به نیست، برادر منه، 11 سال سید، من و این با هم یه جا داریم میخوابیم صبح زور شب، یعنی ما افتخار میکنیم سید برای شما، برای ایرانمون، همیشه هم همیشه هم میگیم خدا پرچم ما رو خدا بالا ببره، الهیان. خدا بالا ببره. الان دوست من رو داره میاد پیش من، خب یعنی از بچه های اتفاقا الان بچه های نهاوند اومدن تو لایف، خب بچه های ای نهاوند جالب. اومدن تو لایف، این دوستم بچه نهاونده ولی تو بلوچستان بزرگ شده، ما الان تو چابهاریم، اومدیم چابهار با هم، اومدیم چابهار یه کاری داشتیم، اومدیم یه چند زنده روزی، باشید. بعد شما رو دیدیم، یعنی خیلی لذت میبریم، شما اونجا ما اینجا، ولی دلامون یکیه، خدا رضا از آفرت دله، شد. از دله. من یعنی آرزو میکنم برای تک تک بچه هایی که تو لایو هستن، برای تک تک ایرانی ها همیشه شاه باشن، همیشه بلند باشن. من افتخار من، افتخار منه که من ببینم که یه همشهریم، یه ایرانی که وقتی تو اوج قدرت تو دنیا باشه، نه تو ایران باشه، تو دنیا باشه، که انشالله میشه 100%. انشالله انشالله، ما دنبال اون داستانیم در حقیقت. آره 100%. حالا اسم این هانیه رو میگفتید، خب من برام دوستام یه پیجی فرستادم، یه پیجی فرستادم، یه کلیپای از هانی فرستادم، خدا سرشاده، یعنی یه چیزی بهت میگم خندم میگیره، خندم میگیره. ما بچه هایی داریم، خب سن ندارن، 14-15 سالشونه، ولی خب توی اینا، خب برا خودشون بچه هایی که ما داریم 14-15 سالن، خب مثلا یعنی ما، یعنی اونا رو، دل و جرأت اونا رو میبینیم، خب قدرتشون رو میبینیم، لذت میبریم. ما میگیم بچه های ما مطرح نیستن، مطرح نیسته که بیان مثل آقای هانی خودشون رو مثلا نمایش بدن که ما نمیدونیم فلانی، ما علیم، ولی میبینم، میگم افتخار میکنم به این بچه ها که سنی ندارن، ما چون هم دل و اینجوری جرأتشون واقعا، یعنی خودشونو الان زیر یه تانک هم میتره کنه، زیر یه بله تانک. به قرآن یه چیزی من حسین میگم، فهمیده ها زیاد داریم، یعنی از حسین فهمیدایی که ما داریم، خب تو استانمون، تو بلوچا، تو لورا، یعنی یه چیزی بگم به خدا، تو کردا، کردا، حالا کردا شما، خب آره ببین، من یک کلیپ دیدم مال 2-3 شب پیش، مال کردا، نور چشمای منن، رفته بودن برای آله کوله بری، یه اکیپی تو برف گیر کرده بودم، من اصلا اینقدر ناراحت بودم، اینقدر ناراحت بودم، گفتم کاش که من اونجا بودم با اون اکیپی که داره اینا رو میرن پیدا میکنن، کاش که من اونجا خودم و جونم و فدا میکردم تا اونا رو پیدا درود به میکردم. غیرتتون، درود به شرفتون، زنده باش، فدات، زنده باش. فدات. ما بزرگم یعنی خیلی من خیلی خیلی خوشحال شدم میای با از سید صحبت تلفن با میکنی شما. داداش؟ شما ملت عزیز، سربلند، رستمای زمانه، اهل سیستان و بلوچستان عزیزمون، با اون همه زنده باشید. محرومیت، با اون همه تبعیضی که تو همه هم الان هم هست، خب ما همه اینا رو درک میکنیم، ناعدالتی ها هست، توزیع عدالت نبوده، ولی درود به غیرتتون، درود به شرفتون، همین که حس وطن پرستی دارین، همین که آره میگین ما بر... پرچم ایران، من دست و پاتون رو میبوسم. من فدات که شما اونجا هستید، شما اونجا هستید. ببین ما، ببین افتخار میکنیم، شاید یه روزش بیایم اونجا تو یه خیابونی شما رو ببینیم، میبوسم، چون به خاطری که چون به خاطر ما مجازی پرست نیسته، من دوستم اینجا بود، خب الان داره یه حرف خیلی قشنگی داره، الان من میخوام یه نزی بگیرم، الان دوستم اینجا، خب از این لورا زنده، از این سلام دوست عزیزم، از این لورایی که مثلا، خب سید یه چیزی بهت بگم، مثل یعنی خیلی وطن پرسته، خیلی وطن پرسته، غیر از این هم نیست. به خدا ما یعنی میگیم، خب آرزو میکنیم برای تک تک تمام ایرانی ها،
برای تن کشید. حیاکم الله، حیاکم الله. به خدا. آره ما یعنی خیلی خیلی خیلی، حالا این اسم این آدم رو که میگیرید به خدا، من بعضی وقتا مثلا میگم، میگم ای خدا این مثلا من تو چی اینم هستم اصلا. خب بعضی امروز چی شو دیدم، استوریاش رو دیدم، حالا به هم خورد. مثلا تو یه دیسکویی بود، خب مثلا او استوریشو گذاشته بود که من الان دارم خوش میگذرونم و فلان. او خوشی 5 دقیقه خدا زده. بیا برای وطنت خدمت کن، بیا برای مردمت خدمت کن، نه تو یه دیسکوی، یه دیسکو رو تو یه کوچه پس کوچه میتونی بری خوشی رو والا زشت من بگیری. از اینجا در خونم 36 قدم 37 قدم بشمارم، به قول معروف اولین بار و بار و اینجور چیز هست. خب دکتر چرا ما نمیریم این کار رو بکنیم با اینکه 30 سال تو اروپا هم. خب چرا ما نمی کنیم این داستان ها رو؟ اینا ندید بدید هم، ولی یه فتنه یه این هانی کلا، خدا فقط خودش میدونه با من سیداری پوری، یه فتنه خدا نیست نابودش کنه انشالله. انشالله من یه دوستم میخواد یه بیتی، یه بیتی کوچیکی میخواد بگه. بگو داداش. یا الله سلام، سلام خدمت سید عزیز و همه فالوورای عزیزش. شاعر، شاعر ایران که از فرهنگ و هنر ما سرچشمه میگیره، فردوسی اگه اشتباه نکنم، میگه سعدیه، ببخشید، میگه سعدی مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. روحش شاد و بسیار سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. زنده باشید، روز و روزگارتون خوش باشه، ایام به کام. درود بر همه هموطنا از هر اقشاری از مملکت ایران هستند. زنده باد ایران. سید جان من دیگه مزاحم نشم، عزیز دلم، احترام خودت، خیلی دوست دارم، به احترام ملت عزیز عاشقت، استان سیستان و بلوچستان، به احترام اون دوست عزیزمو که مهمان، مهمان نوازی شما، سفره پر برکت شما عزیز ما، لورای عزیزم سرپا وای میسن. مردای بزرگ ایران هستن لورا، مردای بزرگ ایران هستن، کردها تمامشون. زنده باشی سید جان، با ما قربان. خدافظ. آقا آصف نازنین، من اینو بندازم بیرون دیگه، خیلی پر روی کرد، بندازمش بیرون. آسد صابر قلب منی، برو بیرون شما. من شما به زور اسم یکی میاری که من اصلا اسمش نیارم. میگه چی سید داداش، من یه کار کوچولو دارم، اگه نمیاری ما هم بریم. آقا ناصر من نمیشناسم شما رو، شما کار چیه داداش؟ کار چیه آقا ناصر؟ آقا من اینو بیارم بالا، اینو بیارم بالا دوستان، من نمیشناسمش. شما میشناسین این آقا رو؟ انشالله نابودیش. من اینو نمیشناسم. آقا سید بیارمش بالا، من میارمش بالا، ولی دوربینو برمیگردم انشالله که ببینیم کارش چیه. خیر باشه انشالله. برای درخواست فرستادم.
درخواست فرستادم آقا ناصر خان. آقا حسین فسنگری درود بر شما. خالو که عمرز قلب منی. آقا نیومد بالا. نیومد بالا. سلام و درود بر شما برادر بزرگوارم. آقا ناصر پزشکی. سلطان خالو فراس باعش قلب منی. خدا روی داشت وحید مرادی رو میگه من درخواست دادم. درخواستت نیومده داداش. درخواستم برات من برات فرستادم نیومدی. سید غلام شیرمند سپاه ایران استاد تیراندازی درود. بچه های قم پرچمشون بالاست. خالو پیامرز خیلی خوش اومدی. آقا بابک تاج سری داداش خدا حفظت کنه. سلام منو به آقا امین آقا برسون. آقا درخواست ندادی دیگه. این هم ببین دو بار برات میفرستم. این دفعه دوم. آقا سینا درود بر شما. خاکتم آقا بابک فداتم. آقا ناصر برات درخواست فرستادم. سلام از ماست خالو کیومرز دارت بگردم. آقا ناصر برات درخواست فرستادم. رد دادی. نیومد بالا. نیومد بالا. ولف عزیز خیلی خوش اومدی. علی جان دارت بگردم. داداش به قرآن من سه بار برات فرستادم. الان یه بار دیگه ببین چهار بار. آقا بابک عزیزن خدا حفظشون کنه. شد چهار بار فرستادم آقا بابک براش. آریان جان دورت بگردم. چطوری اشکال حالت خوبه آقا محمدی؟ یه سه طور جدت منو بیار بالا. آقا نیومدی تو رو اذیتمون نکن. وقت ما رو میگیری وقت لایو هم میگیری نمیای بالا. این دوستمون میگه تو رو جدت ما رو قسم میده بیا بالا.